شیطانی که به قول خودم در سیاست مملکت اهل سازش نیستند و تا آنجا که موفق شوند مرد و مردانه نیستند و یک تندگی به خرج میدهند. و درودی فرستیم باز هم به کسانی که به قول خودشان در راه آزادی و استقلال ایران عزیز از همه چیز خود میگذرند. و امروز ما دقیقا به خاطر تجلیل از همین مردانگی و همت و علو به طبع ضد استعماری که در نام برترین سیاست مداره وارسته تاریخ ما شدیم به مثابه سمبل شرف ملی میهن متجلی در اینجا حضور یافتیم. اگرچه اجتماع همرزمان و یاران دیری و فرزندان مصدق در مزار پاکش در شب تاریکی که بر این میهن چیره بود تناسخ آزادی به تعبیر افتاد، اما این اجتماع عظیم و اعتقاد شرکت کنندگان آن به حقانیت مواضع ملی و ضد استعماری پیشوای فقید بار دیگر ثابت میکند که تمام تاریکیهای جهانی نمیتوانند حتی شعله یک شمع را خاموش کنند، چرا که این نور روشنایی که اصالت دارد و ظلمت تاریکی را در اساس هیچ ریشه و اعتباری نیست. به این ترتیب به اعتقاد ما هر حقیقت نشان و گواهی از وجود خداست که نه کهنه میشود نه آسیب میپذیرد و نه متأخر زمین و مرور ایام میگردد. به این ترتیب این ناموس هستی که حق بالنده آمدنی و باطل میرنده و رفتنی که نلواز نخل نظرو با آری این خواست خدا سنت تر و منطق هستی و اجتماع است. بنابراین پیشوای فقید را مخاطب قرار میدهیم. برخیز ای پیشوای عزیز و رشد دوره هایی را که با خون دل آبیاری کرده بودی به چشم بینگر که نهال حق طلبی و آزادی چگونه می رود تا همچون درختی طیب در فراترین میهن سایه گسترد. کشجرتن طیبتن اسبها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین به اذن ربها. همچون نخت پاکی